پزشکیان با حمله تند توی مناظره شب گذشته به علیرضا زاکانی به خاطر حمله به سفارت انگلیس و عربستان و تعطیلی اونها حمله کرد. ادعایی که زاکانی اون رو قبول نکرد ولی خیلی سریع تکذیب کرد و دروغش معلوم شد. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب شب گذشته یکی از جنجالی ترین مناظره های این چند وقت اخیر رو شاهد بودیم. توی این مناظره حملات شدیدی توسط افراد و کاندیداهای مختلف به همدیگه انجام شدش. توی یکی از مهمترین بخش ها مسعود پزشکیان حمله شدیدی رو به علیرضا زاکانی و همطیف‌هاش انجام داد و گفتش که این که توی دهه 90 خیلی تحریم‌های زیادی به ما وارد شد، خیلی فشارهای زیادی رو مردم قبول کردن، یکی از دلایلش حملاتی بودش که به سفارتخانه‌های مختلف از جمله سفارت انگلیس و عربستان انجام شد. تعطیلی این سفارت‌ها جز بدبختی و فشار برای مردم چیز جدیدی نداشتش و هیچ دستاوردی توش نبود. علی‌رغم اینکه خیلی از افراد مثل آقای زاکانی و هم فکراش فکر میکنن که تعطیل کردن سفارت عربستان و انگلیس یه دستاورد بزرگ برای ما بوده و اون رو خشم مقدس خطاب میکنن. این صحبت‌های پزشکیان با واکنش علیرضا زاکانی همراه بود و کل ماجرا رو تکذیب کرد و گفتش که من کاملا مخالف بالا رفتن از سفارت و عملات به اون بودم و اصلا دوست نداشتم که اونها تعطیل بشن. ادعایی که خیلی سریع مشخص شدش دروغ هستش و زاکانی یه بار دیگه توی آنتن زنده تلویزیون دروغ گفتش به مردم. زاکانی در سال 1390 درست در آذر ماه، فردای روزی که مردم به سفارت انگلیس حمله کرده بودند، یه گفتگوی مفصل انجام داد و این اقدام بسیجی‌ها و مردم خودجوش رو اقدامی درست دونسته بود و اون رو خشم مقدس لقب داده بودش. علیرضا زاکانی در مناظره چهارم گفت که بنده هیچ وقت در عمرم حمله به سفارت رو تایید نکردم، ولی توی خیلی از کانال‌های تلگرامی و خبرگزاری از جمله کانال تلگرامی فکت‌نامه روایت شده که ادعای زاکانی در مناظره کاملا دروغ بوده. اون توی مصاحبه‌ای که در آذر ماه سال 90 انجام داده بود به وضوح از حمله به سفارت انگلیس حمایت کرده بود و سابقه حضور در میان افراد متحسن مقابل سفارت عربستان رو هم خودش در کارنامه داره. یعنی اون تایمی که مردم میرفتن جلوی سفارت عربستان تعصب میکردن و شلوغ میکردن و شعار میدادن، یکی از افرادی که خیلی فعال بود خود آقای زاکانی بود و فیلم‌ها و عکساش هم به عنوان رزومه‌شون موقع استفاده میکرد. اون در آذر ماه سال 90 در گفتگویی که با یکی از خبرگزاری‌های رسمی داشته بود این اقدام مردم در جهت حمله به سفارت انگلیس رو خشم مقدس خطاب کرده بود. اون در اردیبهشت 90 هم یکی از سخنرانان اصلی متحسنان مقابل سفارت عربستان بود. اون در این سخنرانی گفت که نماد تام و تمام اسلام آمریکایی در آل سعود امروز وجود دارد و آل سعود امروز در سراشیبه سقوط قرار گرفته است. تعطیلی و حمله به سفارت انگلیس به اتهام جاسوسی سفرا و کارمندان این سفارت اتفاق افتاد و تعطیلی سفارت عربستان و حمله و بالا رفتن از اون هم به بهونه کشتن و اعدام شیخ نمر از علمای شیعه ساکن عربستان بودش که با خشم حکومت همراه بود و در نهایت هم با حمله به این سفارت و بسته شدن سفارت عربستان برای چندین سال به پایان رسیدش. که خب آقای زاکانی توی اون دوره به وضوح از این اقدام حمایت کرده بود. اگه آرشیو خبرگزاری‌های قدیمی‌تر رو نگاه بکنیم، در آذر ماه سال 90 اون با خبرگزاری مختلف مصاحبه‌های انجام داده و از این اقدام حمایت هم کرده. بریم قسمت‌هایی از صحبت‌های پزشکیان رو در مورد حمایت زاکانی از بالا رفتن از سفارت و حمله به اون رو بشنویم. مشکلات داخلی خودمون رو حل نکنیم، همه این حرفایی که می‌زنیم قابل اجرا نیست. چی از سفارت انگلستان رفت بالا و اونجا رو بست؟ اصلاح طلبا این کار کردن؟ کی سفارت عربستان و سعودی رو آتش زد و بعد نمازم خوندن و بعد تو این روزنامه هایی که مال اینا بود اومدن گفتن ما دستاورد بزرگی داریم
و بعد او باعث شد که همه سفارتخونه‌ها جمع کنند و برند و یا با ایران رابطه‌شون رو به شدت کاهش بیارن. کی این کارو کرد؟ ما که معلومه الان از همون آدمایی که اون سفارتخونه بالا رفتن تو پست‌های دولتی هستند و پست گرفتن. چرا جلو اینا رو نگرفتن؟ اون چیزی رو که پیگیری خواهم کرد سیاست‌های کلی مقام معظم رهبریه. الان من میتونم بگم قبول ندارم. حالا کی یکی یه چیزی گفته که این بر نمیگرده به دیدگاه من. بنده نجات کشور رو در همون سیاست‌های کلی میبینم مال نظامه و رفتم به اون طرف. مگه نمیگفتن مثلا پول گوشت و مرغ و نمیدونم اینا به برجام ربط نداره؟ مگه نمیگفتن دلار اینجوری نمیشه؟ پس چطور شد گوشته شد به اصطلاح مرغ شد 100 هزار تومان، گوشته شد 800 هزار تومان، 700 هزار تومان، 500؟ اینا رو مگه قرار اینا که به برجام ربطی نداشت؟ علیرضا زاکانی توی چند مناظره و سخنرانی اخیرش حملات شدیدی رو به پزشکیان و دولت روحانی انجام داد و دولت پزشکیان رو هم دولت سوم روحانی خطاب کرد و مدعی بودش که اگه پزشکیان رأی بیاره و رئیس جمهور بشه بدبختی سراسر ملت رو میگیره و احتمال داره تورم چند رقمی و حتی بیشتر از دوره روحانی رو شاهد باشیم. این اتفاق باعث میشه که معیشت مردم به خطر بیفته و احتمال داره با روی کار اومدن پزشکیان دوباره محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه باشه و این اتفاق سیاست‌های خارجی ایران رو هم به هم میزنه و احتمالاً تحریم‌های بیشتر به ایران وارد میشه و شرایط برای مردم سخت و سخت‌تر هم خواهد شد. خب رفقا حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت‌ها راجع به حملاتی که پزشکیان به علیرضا زاکانی انجام داد و ماجرای بالا رفتن از سفارت و حمله به اون برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. به نظرتون آیا علیرضا زاکانی که انقدر به وضوح و خیلی صریح دروغ میگه میتونه فرد مناسبی برای ریاست جمهوری باشه؟ فردی که قبلا حمایت تماماً و همه جانبه از بالا رفتن از سفارت و حمله به اون داشته و الان داره این ماجرا رو تکذیب میکنه و میگه من چنین حرفی نزدم، در صورتی که آرشیو مصاحبه ها و صحبتاش توی خبرگزاری های حتی خودشون هم موجود هستش. حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.